أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد در سوره قبلی ما شما خواندیم که الله متعال یعنی رابطه این سوره یوسف علیه السلام با سوره قبلی در چی هست که در سوره قبلی ما شما خواندیم که الله متعال در آیه 120 سوره قبلی گفت که و کلا نقص عليك من انباء الرسل و رسول الله صلی الله علیه السلام گفت که ما بر تو قصه میکنیم یا بیان میکنیم امو اخبار و حادثات واقعی که از پیغمبرا بود هدفش الله متعال بیان کرد که ما نثبت به فؤادک به خاطر از اینکه قلب تو را آرامش بتیم یا تو را ثابت القدم است یکی ثابت القلب که قلب انسان هم تو به حق ثابت باشه دیگه این به خاطر از این بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبش آرامش پیدا بکنه و به مشکلاتی که در عصرش هست متاثر نشه و جگرخون نشه و خفه نشه که مثلا مردم های بیدین چی کارا را میکردن پس الله متعال داستان های یا قصه ها یا اخبار موحدین بیان کرد تا ای که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر هر دعوتگر مسلمان قلبش آرامش بده و بر مسلمان ها سه چیز بیان شد و جاءک فی هذه میگه در همین قصه ها سه چیز آمد اول الحق و الموعظه و موعظه و ذکر دیم حق توحید بیان شد ده ای قصه ها بیان میشه قصه موحدین و توحید و شرایط توحید و احکام توحید که اگه انسان مسلمان هر پیغمبری که میامد اول توحید بیان میکرد دوم موعظه میکرد وعظ میکرد که شما وقتی که خودتان ایمان آوردین و عمل صالحات کردین باز شروع کنین به تواصل بالحق ای تواصل بالتوحید و تواصل بالصبر یکی توحید بیان میکنه یکی صبر چرا برای دعوتگر وقتی که دعوت کردین امی سختی مشکلات با سرش میایه پس الله متعال حق و موعظه و ذکرا دیگه پند که بیار ما در سای از اینا پند شو و عبرت شو اینا وقتی که از ذکرا را بیان کرد آل ای سوری یوسف علیه السلام که است امو مشکلاتی که یوسف علیه السلام داشت با مشکلات رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد مشابهت داشت مثلا همین قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که چند وقت مشرکین میخواستن به قتل برسانن و بکشن عین کاری را که مشرکین بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن و بالای خانیش حمله کردن متوجه هستین به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بر تو خو مشرکین آمدن حمله کردن یوسف علیه السلام شما ببینید که بر یوسف علیه السلام چی کرد حتی برادرایش حمله کردن پس این مشابهت بود بین امو حادثه رسول الله صلی الله علیه و سلم که بالای از این حمله صورت گرفت و مشابهت است با حادثه یوسف علیه السلام سر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم عمله قتل صورت گرفت برش گفتن که یا رسول الله امی قسم سر تو حمله شدن متاثر نشو به این حمله ها الله یوسف علیه السلام که حفظ کرد تو را هم همی قسم حفظ کرد همی قسم که لشکر خدا اونجا روان کرد و ما یعلم جنود ربک الا هو لشکر الله را نمیشناسن مگر خود الله میشناسه که چی لشکریانی داره و چه قسم بنده های مخلص خود الله از امو ظلم ظالما نجات میده چشمشان کور میسازه مثل که چشم امو مشرکین قریش کور ساخت و اونا نتانستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل برسانن بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در خانش نجات داد و هم در غار ثور به این شکل یوسف علیه السلام هم وقتی که برادرایش خواستن به قتل برسان الله متعال او را حفظ کرد و وقتی که میخواستن این را در چاه پرتن شما تصور بکنین یک کسی را که در یک چای بسیار چخوری که او چاه هم مثلا در زمان های سابق ساخته میشد دیگه او کلش سنگ است و کلش چی است لیکن یوسف علیه السلام هیچ نقص آمده که نه دست شوگار شد نه پای شوگار شد زیرا مجرده که اینایی را به پایین انداختن فوراً چی میه مدد الهی رسید و ملائکه الهی حفاظت الکرام ایره حفظ کردن
پس اینجا هست که مشابهت از بین داستان و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی یوسف علیه السلام. پس وقتی که یوسف علیه السلام کشیدن از این منطقه، اینا میخواستن که نابود بکنن، از بین ببرن، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میخواستن نابود بکنن، از بین ببرن. پس در زمین بر نابودی یوسف علیه السلام هم برنامه گرفته شده بود، بر نابودی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برنامه گرفته شده بود. لکن در آسمان ها الله و ملائکیش برنامه دیگه داشتن، هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به یوسف علیه السلام. بر یوسف علیه السلام به مقام صدارت و ایگپا رسید، وزیر شد و وزیر تجارت شد، وزیر زراعت شد، باز وزیر اقتصاد شد، باز به مقام صدارت رسید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش به رهبریت دولت اسلامی رسید. یوسف علیه السلام، کل مصریا به یوسف علیه السلام تسلیم شدن. متوجه هستین؟ ببینید یک مقایسه بسیار جالب است که بسیاری کسا نمیفهمن همین ارتباط بین رسول الله صلی الله علیه و سلم که نثبت به فؤادک، این الهی تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. سایکو وقتی که تو را میکشن، یوسف علیه السلام کشیدن، یوسف را میخواستن بکشن، تو را میخواستن بکشن. برای یوسف علیه السلام معامله قتل بود، چی میخواستن بر تو هم بود. برای اگر در زمین میخواستن که یوسف علیه السلام به شهادت برسانن، در زمین هم تو را میخواستن به شهادت برسانن. لکن در آسمان ها پیش الله در مقابل ای دسایس از اونا برنامه های الهی چی بود؟ و یم کرون و یم کر الله. امی آیت قرآن که میاینی بسیاری کسا تفسیرش درست نمیفهمن، میگه و یم کرون هنا چی میکنن؟ برنامه ریزی میکنن، پروژه میسازن به خاطر قتل کی؟ قتل پیغمبرا، قتل دعوتگرا، قتل موحدین، قتل مسلمانا. و یمکر الله، و الله برنامه ریزی میکنه. امی نفر که برنامه میریزه خبر نداره که امی قسم که برادرای یوسف علیه السلام آمدن تسلیم یوسف علیه السلام شدن، اینمی قسم قریشی ها ذلیل شدن و آمدن تسلیم شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه. کلشان تسلیم شدن و آمدن. یوسف علیه السلام به صدارت رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به چی رسید؟ به رهبریت دولت اسلامی رسید. اونجا یوسف علیه السلام قدرت گرفت، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا توحید یوسف علیه السلام نشر کرد، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر ایره احسن القصص میگه. بهتری احسن القصص چی مانا؟ بهترین اخبار که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. تلك آیات الكتاب المبین. تلك این است آیات الكتاب، آیات الكتاب، کتاب که قرآن عظیم الشان است. المبین که بسیار واضح و روشن و آشکار است، برای کسی که عقل سلیم داشته باشه، قلب سلیم داشته باشه، فکر چی داشته باشه؟ روشن فکر باشه. این انزلناه، الله متعال میگه یقینا که ما انزلناه و نازل کردیم همین قرآن عظیم الشان را، امی کتاب و ای زمیر به کتاب راجع است. این نا یقینا که ما الله متعال میگیم، عظمت خود الله بیان میکنن، یعنی الله متعال میگه که به عظمت خود، به قدرت خود، به امی قوت که الله متعال داره میگه انزلناه و نازل کردیم امی کتاب مبینه. با چی روان کنیم؟ قرآن که قرائت میشه، کتابی که این بسیار خوبه، هر کس میتونه قرائت بکنه به هر زبانی که باشه. آل بسیاری وقتا شما سعی کنین از قاریای عرب کده، قاریای عجمی که زبانشان عربی نیست، بسیار خوبش چی میکنن؟ تلفظ میکنن، تلاوت میکنن. ماشاءالله این کلام الله هست. قرآن عربیان، ایره قرآن فرستادیم که قرائت میشه عربیان، به زبان عربی، عربی فصیح، واضح، روشن، بسیار خوب، شیرین، زبان شیرین، شیرین ترین زبانها زبان عربی است که کسی یاد داشته باشه بسیار خوش انسان میه. لعلکم تعقلون، شاید که شما چی کنین؟ عقلتان استفاده بکنین. نحن الله متعال میگم ما، یعنی عظمت خدا بیان میکنه که اللهی که صاحب عظمت است میگه ما نقص و بیان میکنیم. وقتی که الله عظمت خدا بیان کرد، ما و شما باید الله را با مو عظمتش بشناسیم. نحن نقص علیک، الله متعال میگم ما بیان میکنیم علیک بر تو احسن القصص، بهترین قصه ها را، بهترین اخبار، بهترین اخباری که بسیار ارتباط داره بین زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی یوسف علیه السلام. متوجه هستین؟ یوسف علیه السلام متهم شد به چی؟ به زنا، توسط کی؟ توسط خانم از زمین چیز.
و از رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرش متهم به این کار شد. یعنی بسیار مشابهت است، چی سر خود انسان که است تهمت بکنه، چی سر فامیلش، کلش بر انسان بسیار جگرخونی و سختی میه. امو سختی ها را که یوسف علیه السلام کشیده بود، امو سختی ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کشیدن. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا، یعنی قصه ها را که میگه ما بیان میکنیم این وحی هست، به سبب آن که ما این وحی کردیم الیک به سوی تو. این حالا چون وحی شد و وحی که از ما شما گفتیم باید چی باشد؟ توقیفی، مسائل غیب توقیف است که باید تو توقف بکنی، اضافه از آنچه که در قرآن و سنت آمده دی نگیر. از این خاطر دمی قصه سریال که اینا جور کرده ایرانیا دی بسیار غلطی ها است، بسیار اشتباهات است، حتی شرک است. یک جای شرک میخواد از ذهن مردم همی کسایی که عقیده خود از فیلم ها و سریال ها میگیرن یا حتی مشرک و کافر میشن. چطور مشرک میشن اینا؟ وقتی که سریال ها را عقیده را درست نفهمه، سریال ها را سهل میکنن، اینا را در شرک و در کفر مبتلا میکنن. شرک چی است؟ یک جای سهل میکنن که اونجا قبر یک کس را نشان میده که من نفهم قبر اسحاق علیه السلام ساختن یا قبر یعقوب علیه السلام. اما تو دیگه اون چی میکنن؟ بازگرد از کلش چکای از یا گرد قبر چی میکنن؟ طواف میکنن. و طواف عبادت است و این عبادت بغیر از بیت الله که الله او را قدسیت داده که گفته بیت الله است، بغیر از او دیگه خانه ها اگر کس طواف میکنه ولو که قبر بر رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، ایده شرک مبتلا میشه. شرک در عبادت است. و میدونی مثلا در اون سریال ها شرک در عبادت نشان میده، مشرک هستن. در این قرآن باز مثلا دیگه چیزایی را میگه، بسیار گپا. این مثلا زلیخا دوباره جوان شد، باز او زیبا شد، باز او یوسف هستم که ازدواج کرد. کوکی در قرآن که کدام از این قصه آمده؟ از این خاطر این مسائل غیبی هست، به این فیلم ها و سریال ها و قصه های از این متاثر نشین. این بسیار خطرناک است. کس متاثر میشه، عقیدش در عقیده شرک و کفر داخل میشه. الله متعال میگه نحن ما نقص و قصه میکنیم، بیان میکنیم، علیک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، احسن القصص، بهترین قصه ها. بهترین اینجا قصص نگفت، قصص گفت. چرا؟ فرق از بین قصص و قصص. قصص جمع قسمه، اما قصص که از اخبار واقعی، امور واقعی. به ما اوحینا، به سبب این که وحی فرستادیم به سوی تو. پس آن چی که از این اخبار از اینا می یا به اساس وحی می که وحی فرستادیم الیک و سوی تو، هذا القرآن، می قرآن از این مشانه. و این کنت من قبله، اگر چی قبل استی بوده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لمن الغافلین، از جمله بی خبران. اینجا غفلت به معنای بی خبری هست. این حال چی مانه؟ یعنی این قصه ها را تو نمی فهمیدی، این برنامه ها را تو خبر نداشتی. این حال ای ها را ما بر تو وحی کردیم، باز تو فهمیدیم. خب پس این مردم های دیگه که از دل خود جور میکنن، سر از یا وحی شده؟ نه. پس چی هست؟ تومت سر الله، افتراء سر الله. از امی خاطر الله متعال میگه که اگر امی فیلم ها و سریال ها را ولو که علما جور کرده باشن، اما علما چی کردن؟ سر الله، اما عالمی که تایید میکنه افترا سر الله میکنه، تومت سر الله میکنه. و ما شما قبلا خوانده بودیم که و من اظلم ممن افترا علی الله کذب، من کیس بسیار ظالمتر نسبت به شخصی که بالای الله چی میکنه؟ افترا میکنه. اذ قال یوسف، اذ قال هنگامی که گفت، کی گفت؟ یوسف علیه السلام گفت. برای کی گفت؟ لابیه، بر پدرش. یا ابتی، ای پدر من، اینی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم چرا 11 کوکب ستاره را، و الشمس و القمر و آفتاب دیدم، و محتاب رأیتهم لی ساجدین. مگه رأیتو اینجا به معنای دیدن در خواب است. اینی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم، میگه اینا را من در خواب دیدم که لی ساجدین. اینال یکی تعبیر است، یکی تدبیر است. فکرتان باشه فرق بین تعبیر و تدبیر چی است. هر کس تعبیر کرده نمیتونه، اما تدبیر کرده میتونه. تعبیر این است که مثلا یک نفر میخواد که والا ایمان را میته، ایمان را میته، ایمان را میته. این صلاحیت هر کس نداره. از این خاطر بسیاری کتاب هایی است که نوشته شده، این علما میگن، بعضی کتاب ها نوشته کردن که کتب یحذر منها العلماء. بعضی کتاب ها هست که حتی علما میگه این کتاب ها را نخوانین. علما میگه خواندن از این کتاب ها حرام است. یکی از این کتاب ها کتابی چی است؟ تعبیر خواب است که مثلا یگان تا نوشته کردن و دو بسیار خرافات گرفته، بسیار چیزای خرابی را گفته که انسان عقیدهش خراب میکنه. از این خاطر گفته این الیج یعقوب علیه السلام تعبیر میکنه یا تدبیر میکنه؟ و پیغمبر الله هم است، چون میفهمه عقیده را، از این خاطر تعبیر نمیکنه. خواب زیره چی میکنه؟ برش تدبیرش بیان میکنه. تدبیر چی است؟ میگه بچم اینمی خوابی که هست، ایره برای برادرایت بر از یا قصه نکو. چرا؟ اگر این خواب قصه کنی، باز اونا پیش خود وقتی که خواب میسنجن، خونه 11 تا بیادر است، میگه اینه ولی 11 تا خواب هستیم، اینه ولی اینه ای میخواه که بزرگ شو و سر ما بزرگی کنم و چی کنم و چی کنم. ای باز برای تو کدام دسیسه میسنجن. از این خاطر تعبیر نمیکنه، تدبیر میکنه. بعضی کسا که پیش ما میگه که استاد ما انتخاب دیدیم،
باز ما بسیاری وقتا برایشان تعبیر نمیکنم. چی میکنم؟ تدبیر میکنم. میفهمم که این نفر این خوابا را که دیده به خاطر ضعف عقیدهش است. برایش میگم تو برو درس های عقیده را خوب 138 درس عقیده است همین را خوب گوش بگی. این کمی درس ها را گوش میگیره، دیگر روز که میگم چطور است این خوابا را میبینه، میگه نه هیچ خوابا را ندیدم. چرا؟ شیطان همیشه چی میکنه؟ انسان که عقیدهش ضعیف باشه، شیطان در خواب می ای را گمراه میکنه. یک چیز باز ما شما میخوایم به نام رجال الغیب میگن، او رجال الغیب نیست، رجال الجن است. بعضی اوقات شیطان در لباس یک آدم خوب در خواب پیش تو میای و تر میگه که اینم بسیار خوب آدم است. بعضی اوقات حتی در بیداری میای و این نفر چی میکنه؟ عقیدهش خراب میکنه. بخی میگه تاویز بده سر یگان زنا، زنای مثلا بی سواد بی عقل که از قرآن و سنت بی خبر است، قرآن از لفظ خوانده نمیتونه، بازی را میگه بخی تاویز بده. بازی زنه که میگه من پریزن هستم، بازی تاویز داده میره. دمی تاویزهای خود به صدها نفر می پریزن کافر میسازه. متوجه هستین؟ از این خاطر خواب انسان تعبیر کرده نمیتونه، هر کس تدبیر کرده میتونه که برش یک راه نشان بده. یا یک دختر است مثلا پیش من میامد، رفتم یک روز یک خانم است به حجاب است، آمده که والا مخشب خواب دیدم که قرآن در دستم است و طرف آسمان میرم و کعبه است و تراست. من گفتم تعبیر خواب ما چیست؟ من گفتم تعبیر خواب تو تعبیر نکردم، تدبیر برش کردم. گفتم تو باید این خواب بسیار خوب است، بعد از این حجاب مراد کو دیگر سرخی نزن، سفیده نزن، فیشن نکو، اما تو خوب صفا ستره. متوجه هستین که اینه یعنی ای همی خواب برش هم یک نتیجه خوب بده و هم ادعقل شد. از این خاطر یعقوب علیه السلام در اینجا چی کرد؟ تعبیر کرد یا تدبیر کرد؟ چی کرد؟ تدبیر کرد. فکرتان باشم. قال یا بنی، یا گفت یعقوب علیه السلام، یا بنی ای پسرک من، لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، لا تخصص قصه نکو بیان نکو رؤیاک خوابت را علی اخوتک بر برادرانت، فیکیدو لک کیدا، باز اونا کید. کید اینجا چی نمیگن؟ یعنی دسیسه و برنامه ریزی میکنن برای تو، برنامه های بسیار. چون برنامه ریزی دو قسم است، یا برنامه مثبت است یا برنامه منفی هست. اما این برادرای عزیز برنامه چی جور میکنن؟ برنامه منفی. چرا؟ حسادت میکنن. فیکیدو لک کیدا، پس برای تو در حق تو برنامه ریزی میکنن، دسیسه باز میکنن. لک کیدن با برنامه ریزی و چی؟ دسیسه سازی. این شیطان، یقین داشته باشین که شیطان که اصل الانسان برای انسان چی است؟ عدو و مبین، دشمن بسیار آشکارا هست. یعنی شیطان عادتش است که در قلب انسان چی را زیاد کنه؟ حسادت زیاد کنه. همیشه تو را حسود می سازم. حالا مثلا یکی حسد است، یکی غبطه. حسد غبطه، غین به توی اگردک. حسد چی است؟ غبطه چی است؟ حسد ای است که تو وقتی که یک کسی دیگر در وجودش یک خوبی را میبینی، مثلا مالدار است، عالم است، دانشمند است، فهمیده است، اگر گفتی که پروردگارا اینمی مال عزیز زائل بساز برمه، اما تو مال بده، این حسادت است. چرا این مال داره؟ چرا این علم داره؟ چرا این دانش داره؟ چرا این فلانی داره؟ این را حسادت میگن. بعضی اوقات مثلا یک عالم سر عالم دیگه حسادت میکنه. اگر بفهمه که والله اینم شاگردا پیش فلانی میره زیاد در درسش اشتراک میکنن، با حسادتش می. یکی مثلا یک نفر موتر خوبش داره یا خانه خوبش داره، یک نفر حسادت میکنه. مثل که شیطان سر آدم علیه السلام حسادت کرد. یکی غبطه هست. غبطه چی هست؟ غبطه ای هست که اوش حسادت حرام است و غبطه جایز است. غبطه چی هست؟ که یک کسی میبینی بسیار خوب درس میخونه، من میبینم که والا اینمی شیخ ماشاءالله جوان هم است، خوب در درس تراک کوشش میکنه، میگم کاش که مرا هم الله مثل از یورا اوصله بده. اینی شیخ بسیار خوب تقوا داره، یا الله کاش که مرا هم تقوا زور الله نگه داشته باش، مرا هم توفیق بده مثل از یورا چی باشم؟ با تقوا باشم. فلان نفر خوب یک موتر لوکس داره، من این پروردگار موتر از اینم حفظ کو، همین قسم یک دونه برام بده. پس این چی میگن؟ غبطه میگن. تقاضا میکنی لکن حسد تقاضای چیز با زوال از او نعمت از او جانب مقابل. غبطه ایست که این چیز تقاضا میکنی لکن زوالش بر او جانب مقابل تقاضا نمیکنی. این فرق از بین غبطه و حسادت. اینجا برشان گفت این شیطان للانسان عدو مبین، شیطان بر انسان دشمن بسیار آشکار است. به خاطر چی؟ به خاطر که در وجود انسان چی داخل میکنه؟ حسادت داخل میکنه که بخی که برادر تو را سعی کو چقدر قدرت باز پیدا میکنه، سر شما حکومت میکنه، این میکنه، این میکنه، بخی زیری را بکشین، از بین ببرین. خب و کذالک یجتبیک ربک، و این چنین آل ای برش میگه که اینی قسم الله تو را برمیگزنه، این تدبیر برش میگن ایر، یعنی برای بچه خود میگه که ای آغاز چی هسته؟ آغاز چی هست؟ آغاز خوشبختی توست، آغاز از این است که الله تو را اختیار بکنه، تو انشالله در آینده شخصیت خوب میشی. و کذالک، و این چنین یجتبیک، برمیگزنه تو را ربک پروردگارت،
و یعلمک باسر تعلیم میتم من تعویل الاحادیث. یعنی سعی کنین اینجا تعویل احادیثه. یعقوب علیه السلام بر یوسف علیه السلام گفت کی تعلیم داد؟ الله برش یاد داد. پس در حقیقت معلوم میشه که امی تعویل احادیثه که بسیار قوی بود یوسف علیه السلام، یکی از معجزات یوسف علیه السلام است که داشته است که دیگرایی نداشته. و یعلمک گفت و یعلمک ترا تعلیم میت الله متعال من تعویل احادیث، تعویل اینمی خواب هارم. و یتم نعمته و پورا میکند نعمت خود را علیک بالای تو و علی آل یعقوب و با آل یعقوب. آل یعقوب اینمی قسم میگه خودش یعقوب است، میگه انشاءالله با اولادش بردگرا هم تمام میکنه. چه قسم؟ کما اتمها، مثل که امی نعمت ها را تمام کرد و امی علم و دانش و پیغمبری و نبوت در بین از نداد علا ابوی که بالای دو پدر تو. دو پدر از کی بود؟ من قبل و قبل از این. یکی پدر کلانش ابراهیم علیه السلام است و پدر کلانش اسحاق علیه السلام است و ابراهیم علیه السلام باز پدر کلان پدرش است. یوسف علیه السلام بچه کی بود؟ یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام بچه اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام بچه ابراهیم علیه السلام. این ای چهار چیز شدن. سه شد نه. این ای قسم گفت که امی قسم سر پدران تو که ابراهیم و اسحاق است که خانواده های از اونا خانواده های بسیار نیک و خوب بودن، این امی قسم خانواده های شما هم که یوسف علیه السلام است، امی قسم این را تمام میکنن سر آل یعقوب. از این خاطر در فرزندان یعقوب علیه السلام هم زیاد پیغمبرا بودن. ان ربک، یقینا که رب تو علیم بسیار عالم است، حکیم بسیار با حکمت است. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. الله متعال میگه یقینا که لقد یقینا که کان بود فی یوسف، در یوسف علیه السلام و اخوته و برادرای از آیات و نشانه ها، درس ها، پند ها، اندرس های بسیار زیاد. لسائلین، بر سوال کنندگان، یعنی بر هر کسی که این قصه را میخوانه در این تفکر و تدبر میکنه، بر از این بسیار درس های زیاد است و خوب است. از قالوا لیوسف، وقتی که گفتن همی برادرانش لیوسف و یوسف علیه السلام و اخوه و برادرش، احب الی ابینا منا. آل دیگه یا حسادت شروع کردن، گفتن سعی که توی یوسف اکت بیادرش پدر ما چقدر یارا دوست داره و نحن اصبا ما چقدر تعداد ما زیاد است، در حال که یوسف هم خردسال بود و او بیادرش هم خردسال بود یا کتک کتک جوان جوان بودن. حالا میشه پدر و مادر کس اما طفلای خرد زیادتر ناز میتن، حالا میشه بچه کلان 24 ساله رو بیارد از داروی خود بشانه، او رو خود نمیتونی دیگه، اوش چکه که خرد کس رو در آغوشت میگیری یا بوسش میکنی، حالا بچه کتک ریجدار رو بگیری ماش شام کنی نمیشه دیگه. خواهد از جای سفر بیاری روش هم ماش کنی سه ایزم هایی قسمی که هر شده مثل شتکه کاره، حالا شما کتک کتک هستین خیلی خورد خورده. سر از هم حسادت شروع کردن، گفتن لیوسف و یوسف که است و اخوه و برادرش، برادرش از اینکه خورترک بود، احب الی ابینا منا، بسیار محبوبتر هستن به نزد پدر ما منا نسبت به ما، و نحن عصبه، در حالی که ما بسیار تعداد ما زیاد است، 10 نفر هستیم کلان کلان. این ابانا، سعی که سر پدر خود چی میگه؟ میگه این ابانا یقینا که پدر ما لفی ضلال مبین، در اشتباه آشکار است. اینجا ضلال به معنای اشتباه است. اینا میگن که پدر ما اشتباه میکنه که کارا میکنه. آل حسادت از اینا ایره به چی میکشونه که اتا برادر خدا بکشه؟ چقدر حسادت بد مرض است، انسان باید حسادت نداشته باشه. آل دیگه گفتن چی میکنیم؟ گفتن اقتلو یوسف و قتل برسان یوسف را علیه السلام را، اویت رحوهو، یا حداقل اطرحوهو اردن در یک سرزمین دیگه، ایره چی کنین؟ پردین، یعنی رایش کنین در یک جای دیگه که اش دمی خانه ما نباشه. یخلو لکن، تا خالی شود لکن برای شما وجه و ابیکم، امو روی پدرتان. یعنی وقتی که ایده دور کنین، باز توجه پدرتان به طرف شما چی میشه؟ زیاد میشه. و تکونو من بعدهی قوما صالحین، و باز بعد از این و تکونو میباشین من بعدهی بعد از این قوما صالحین، مردم بسیار صالح. اشتباه کسایی که گناه میکنه اینمی هست، بعضی کسا میگن من خوب گناه میکنم، برو خرسی گناهگاه که میکنم، شیطان امی وسوسایش است. فکرتان باشه همیشه شیطان چی میکنه؟ میبرد میگه امی گناه را بکو، بعد از این باز بسیار خوب آدم شد، امی آخر گناهیت باشه، فهمیدی؟ یعنی دوزه میگه امی آخری دوزی را بکو، باز توبه بکو. اختطافشی را میگه تو امی اختطاف بکو، باز برو باز بعد از این باز توبه بکو. شراب خوره میگه امی شراب بخو، ای که یک دفعه رفت که اختطاف کرد، امی اختطاف گیر آمد، یک وقت دار آویزان است. دزگیر می وقت دستش قطع میشه، دزگیر می مثلا کشته میشه، متوجه هستی؟ از این فعل زنا بسیار اولاد باطل و جنگ و غالمغال و کشتن و قتل یک پا پیدا میشه. از این خاطر میگه که این یکی از دسائس شیطان است که برای انسان گناهکار همیشه گناهش توجیه میکنه و برش میگه چی است؟ این گناه را بکو، آل یا میگه یارا میگه که برادرتان را قتل کنین و تکونو من بعدی قوما صالحین، باز بعد از این شما بسیار مردم صالح و خوب شوین، در حالی که وقتی یک کار کردن در تمام عمر
یا چیز شدن، بدبخت شدن، در تمام عمر پدر از پیششان ناراض، زندگیشان خراب، خودشان به تشویش وضعیتشان. قال گفت قائلن، یک تر از گوینده ها، من هم از جملهشان، از این برادر ها یک برادر گفت، این یک ذره نسبت به دیگاهش کرده دل سوستر بود، گفت لا تقتلوا یوسف، گفت یوسف را به قتل نرسانین، و القوه فی غیابت الجب، پرتنش در چی؟ در مقهر چان. جب چی را میگن؟ امو چا را میگن، غیابه، امو جای غایب چا که بسیار از چشماش پت است، دی پرتنش، یلتقط هو بعض سیاره، تا که او را بگیره، یلتقط، لقطه، یکان وقت در اصطلاح های شرعی میگن لقطه چی را میگن، شما را میگن؟ لقطه همی چیزی که در راه میره یک گذاری میفیره، لقطه میگن، میگم این حکم لقطه چیست؟ حکم از این است که مثلا اگر یک پیسه یک چیز را میفی، ایره باید چی کنی؟ با مو صاحبش اعلان بکنی، خبر بدی تا که صاحبش چی شوه؟ صاحبش را پیدا بکنی. اگر صاحبش پیدا نمیشه، باز ایره برو با یک فقیر بدی، به نام از اون کسی که مالش است، بگو که در روز آخرت باز بگی که من گرفتم به یک فقیر دادم، ثوابش را از در روز آخرت میده. اما خودم مفتی جور نکو که باز بگی برو دیگه سه دفعه صدا کردم کس پیدا نشد. اینه. یا گفتن که فی غیابت الجب، ایره پرتین در نمی بین قهرچا، یلتقطه بعض السیاره، که ایره بگیره بعض السیارتی، بعضی از امون کسایی که در سیاره هستن. آل در زبان عربی سیاره موتره میگن، لیکن اصلا سیاره کاروانه میگفتن، اما کاروانه که مثلا از یک منطقه به منطقه دیگه میرفت، در بین از اون مثلا 50 60 الی 100 تا شتر میبود، اینو سیاره میگفتن. باز گفتی را بگیره، بعضی از کسایی که سیر میکنه، سیر و نقل و حرکت گرفته شده است. پس گفت بازی را بگیرم بعضی کاروانی ها، این کنتم فاعلین، اگر شما این کارو میکنین. گفتن خیمات رو میکنیم، قتلش خیلی نمیکنیم، میبریم شده یک چاماد یک جای میپرتیم. آهل من دیگه پیش پدر خود برای تطبیق از این برنامه. قالو آمدن پیش پدر خود، قالو گفتن یا ابانا، ای پدر ما، مالک، چی شده تو را؟ لا تأمننا علی یوسف، که تو ما را امین یا امانتکار یا اعتبار، یعنی ایمان که از چی است؟ اعتماد هم میگن، ایمان و باور و اعتماد. چرا بالای ما باور نمیکنی، اعتماد نمیکنی درباره ما؟ علی یوسف، بر یوسف، و انا لناصحون، ما هستیم برای یوسف علیه السلام چی هستیم؟ خیرخواه هستیم، نصیحتگر هستیم. نصیحتگر همیشه چی میباشه؟ خیرخواه میباشه. ارسله معنا غدا، بفرست یوسف علیه السلام از فردا امرای ما، یرتا، تا که بخوره و یلعب و ساتیری بکنه. چون یه هم نوجوان است، خوش داره که در اموج باغ هاست، میوه هاست، مثلا چیزایی که در اموج هست از با بخوره، و همچنان در اموج چی کنه؟ از دوانی بکنه، مثلا از سواری بکنه، دیگه ساتیری هایی که جوان ها در امو دشتا و ترا میکنن. و اینا له لحافظون، و ما که هستیم او را محافظت میکنیم. قال، گفت یعقوب علیه السلام، اینی یقینا مکاسم لا یحزننی، مر جگر خون میسازن، تذهبوا به، که شما او را ببرین، و اخاف ان یاكله الذئب، و ما میترسم که او را از پیشتان گرگ بخورن، و انتما عنه غافلون، در حالی که شما در غفلت باشین، یعنی شما در امو ساتریتان باشین، در امو مسابقه سپورتیتان باشین، و این را از پیش شما چی بخورن؟ امو گرگ. قالوا، برادرای یوسف علیه السلام گفتن، لئن اکله الذئب، اگر ایره باز گرگ خورد، و نحن عصبه، در حالی که ما یک تعداد بسیار زیاد هستیم، یک نفر دو نفر خو نیستیم، کل ما میتونیم که مقاومت در مقابل گرگ ها بکنیم. وقتی گرگ ها سر رمی ما حمله میکنه، خورده نمیتونه. یوسف علیه السلام چطور میخوره؟ اگر این کار کرد و در حالی که ما یک تعداد زیاد هستیم، انا اذا لخاسرون، باز ما در اون صورت بسیار زیانکار هستیم. فلما ذهبوا به، پس انگامی که بردن او را، و اجمعوا، و اجماع کردن. اجماع چی میگن؟ که اجماع ایره میگه که کسایی که در همینجا هست کلشان با هم چی شدن؟ یک نظر دادن. و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و کلشان با اتفاق هم چی کردن؟ گفتن که ایره داخل میکنیم، ان یجعلوه، میپرتیم ایره فی غیابت الجب، در کجا؟ در قعر چا. بعضی اوقات این بعضی مردم ها میگن اکثریت، حالا یا خیلی اکثریت بودن، چی کردن؟ اکثریتشان به یک جنایت اجماع کردن. این حاله او اکثریتی که مخالف قرآن و سنت باشه، او پیش الله اعتبار نداره. باید اکثریت وقتی اعتبار داره که او به مطابق احکام کتاب الله باشه. در قتل خونه میشه، ولی ده نفر کل ما اتفاق کردیم که بکشیم، برو خوب کار کردیم. این حال الله متعال میگه یا یک اتفاق کردن، لیکن اتفاقشان یک اتفاق شیطانی و غلط بود. و اجمع و اتفاق کردن ان یجعلوه، ای که یوسف علیه السلام به اندازن در چی؟ فی غیابت الجب، در مقعر چا. و اوحینا الیه، و الله متعال میگه که ما وحی فرستادیم به یوسف علیه السلام که ای یوسف علیه السلام، تو جگرخون نشو، یک وقتی که این کار میکنه، لتنبئنهم بامرهم هذا، لتنبئنهم، حتما تو یار خبر میتی یک روز
به امر هذا به می کارشان. باز یک وقتی که یا پیش تو میان و او وقت بسیار احتیاج می باشن و تو در اوج قدرت می باشی، باز برشان خبر می دی که این شما یک وقتی اینی جنایت اینی اشتباه را کرده بودین و هم لایشون در حال که یا چی است یا نمی فهمند. باز او وقت اونا یوسف علیه السلام را نمی شناسن، یوسف علیه السلام باز اونا را می شناسن و جا او آل دیگه آمدن که برنامه را دیگه تطبیق بکنن. و جاو اباهم عشاء ان یبکون، آمدن آل خب یوسف علیه السلام در چه انداختن تطبیق کردن، آل آمدن دیگه امو چال و فریب جور میکنن، دروغ میگن. اینجا سعی کنین وقتی که همیشه میگه یک گناه که هست چند گناه دیگر هم در بر داره، یک ثواب چند ثواب دیگر در بر داره. چه قسم همی گناه ها هم سلسلهش مثل زنجیروار هست و نیکی ها هم سلسلهش مثل چی وارست؟ زنجیروار است. مثلا شما اگر میخواین، اگر یک نفر یک گناه را میکنه، مثلا وقتی که اینا قتل کردن، آل مجبور هستن در پالویزی که قتل کردن اول دست سنجی کردن، حسادت کردن. سعی که حسادت کدام گناه را آورد؟ اگر حسادت کردی نتیجه چی شد؟ دسیسه سنجی شد. این دو گناه. سوم گناهی که در پشت سرش آمد قتل آمد. آل که قتل کردن، آل بعد از این باز میگن، باز دروغ میگن، فریب میگن، مادر خدا دروغ میگن، پدر خدا دروغ میگن، قوم دروغ میگن. این کل زندگی از آن. پس یک گناه حسادت چند گناه را جذب کرد؟ 4-5 گناه دیگر. امی قسم اگر انسان گناه را ترک میکنه، یک نیکی را میکنه، وقتی که یک نیکی را کردی باز او چند نیکی دیگر را بر تو چی میکنه؟ جلب میکنه. از این خاطر یک جوان پیش رسول الله آمد، گفت که یا رسول الله بر من نصیحت کن. رسول الله بهش گفت که دروغ نگو. این حال وقتی که هر کار را که میکرد میگفت او اگه باز مرا مردم پرسان کنه، ما خود بر رسول الله تعهد کردیم که دروغ نگوییم. پس همین سبب میشد که هیچ گناه را انجام نده. چرا؟ یک عمل نیک صد عمل نیک دیگر را جلب میکنه. مثلا شما میخواین که نماز را به طریق رسول الله صلی الله بخونین، یک کسی براتون میگه که رسول الله صلی الله وقتی که رکوع میکرد آنقدر رکوع طال میداد که ما فکر میگیم صحابه میگه که البته رسول الله هم اشتباه کرده، غلط کرده. یعنی به می اندازه که رسول الله صلی الله علیه و آله سجده میکرد، باز به می اندازه در سمی الله لمن حمیده استاد میشد. حال بر شما سوال پیدا میشه، خب حال ما خود رکوع خوانم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا ورب الملائکه والروح اللهم لك ركعت وبك امن، این دعا را خوانم، حال دی سمی الله لمن حمیده ما چیکنم؟ اما تو ناقص صاد باشم، باز میگن ای وقتی که گفتی سمی الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، این باز میری تسبیحات پیدا میکنی که رسول الله صلی الله علیه و آله در نماز چه قسم خوان. یعنی تو یک تصمیم میگیری که به طریق رسول الله صلی الله علیه و آله نماز بخونی، تو باز میتونی که با این یک تصمیمت 200 حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله در نمازت با چی کنی تطبیق بکنی. متوجه هستین؟ مثل که براتون گفتم که کتاب صفات صلات وقتی که بخونی، شیخ البانی 200 حدیث درباره چی ذکر کردن؟ نماز ذکر کردن. این یک تصمیمی که تو گرفتی که من میخوام به طریق رسول الله صلی الله علیه و آله نماز بخونم، باز اینم یک تصمیم تو را وادار میسازه که 200 سنت چی کنی تطبیق بکنی. اگه نه گفتی نه برو من نمازم میخونم، چیزی که از پدرای ما ماندگی است، باز شیطان میگه تو ببین که پدر چه قسم نماز میخونه، یگان تو ببین که پدرش در کات نماز در 2 دقیقه میخونه، باز بچش میگه اوهو پدرم روزه جنان به گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوش ندهم. باز یک شعرم برش میخونه، باز میگه که پدرم خو چی کرد، پدرم نماز ظهرش در 2 دقیقه بخوان، ناخلف باشم اگر من در 1 دقیقه خلاصش نکنم. اصلا میخواستن باز اینم یک اشتباه انسان را به چی میکشانه؟ به صد اشتباه دیگه. اینه از این خاطر اینی غلطی ها را میگه شما نکنین. آله اینا حسادت کردن، بعد از حسادت دسیسه سنجی کردن، باز از دسیسه سنجی آماده به قتل شدن، بعد از او برادر خود گرفتن در چاه انداختن، بعد از او آمدن آماده شدن به دروغگویی. حالا دیگه دروغ شروع کردن. و جا او آمدن اباهم به نزد پدرشان عشاء در وقت عشاء. عشاء چی رو میگه؟ یکی عشاء است یکی عشاء. عشاء نان شب میگه و عشاء چی رو میگن؟ امی بعد از نماز شام وقتی که شروع میشه خفتن عشاء میگن، میگن صلات العشاء. در وقت خفتن ناوقتی آمدن دیگه. حالا چرا ناوقت آمدن؟ که برای پدر خود نشان بدن که ما شام نامدیم، وقت ناوقت آمدیم چون پدر خود زیاد پالیدیم زیاد بدن. و جاو آمدن اباهم به نزد پدرشان عشاء در وقت خفتن،
9 بجه 10 بجه شب آمدن همه تو مانده و زله یبکونه در حالی که گریه میکردن قال و گفتن یا ابانا ای پدر ما اینا ذهبنا ما رفتیم. سه که دروغه همی گناهکارا که از بسیار زیاد دروغ باز میگن دیگه. برای زیاد دروغ برای مردم های بیدین همی دروغ بیخی ساجق واره میشه. اگر تا ساجق میشه اگر تا سگرت عملی داره نه همی آدم های بیدین که از باز همی ساجق و سگرت و نسوارشان چی است؟ دروغ است. زیاد دروغ میگن اینا ذهبنا ما رفتیم نستبقو مسابقه میکردیم و ترکنا یوسف عند متاعنا و ما ترک کردیم یوسف علیه السلام در پیش چی متاع ما همین سامانا و لباسایی که مثلا جوانا وقتی که ورزش میکردن کرتی و ترای خودم میکشن دیگه همونجا دوش میکردن میگید ما گذاشتیم پیش امو وسایل ما فاکله الذئب بازور گرگ خورد و ما انت بمؤمن لنا و تو نیستی بمؤمن یعنی تو نیستی که باور کننده لنا بر ما یعنی تو بالای ما اطمینان نداری باور نداری متوجه هستین ولو کن صادقین اگرچه ما راست باشیم و جاو علا قمیسی بدم این کذب و آوردن پیراهن یوسف علیه السلام بدم این کذب با خون دروغی خودم خون چیز پیدا کرده بودن کدام چیز را دهی زده بودن که این اصلا بیره گرگ خورد این هم پیرانش قال گفت یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم بلکه آراسته کرد لکم برای شما انفسکم نفسایتان امرنی تدبیرم معلوم میشه که شما ایره چی کردین میگه بعضی از مفسرین و بعضی از علما میگن حتی ای قبی عقل بودن که اون پیران هم سلامت آورده بودن چه خوب گرگ است آدم خورد پیرانش هیچ غرض نگرفت اون پیرانش خون پر کرده بودن قال بل سولت لکم انفسکم امرا بلکه ایره آراسته کرده بر شما نفس هایتان یعنی ای خواسته های نفستان است نفس اماره به سویتان که شما را زشتی دعوت کرده نفس که از چهار قسم است متوجه هستین یکی نفس ملحمه هست نفس ملحمه چی را میگن نفس را میگه که الله متعال بر از او همیشه الهام خیر میکنه وقتی شما میخواین کار زشت را بکنین الهام میبردان از جانب الله که نگوی کاره اینه این نفس ملحمه هست فهمید یعنی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها این نفس چی میگن ملحمه میگن دیگه نفس مطمئنه هست نفس مطمئنه کدام نفس است نفسی است که ای به احکام الله راضی است در احکام و در شریعت الله هیچ تشویش نداره شک نداره متوجه هستین این نفس انسان نفس مطمئن نداره این نفس مطمئن است ای از احکام الله راضی است الله از عبادت و اطاعت از این راضی است این نفس مطمئن نمیگه هرگاه تو از الله راضی بودی از شریعت الله راضی بودی از احکام الله راضی بودی باز الله تو را چی میسازه راضی میسازه وقتی که الله تو را راضی ساخت تو راضی شدی بودی از الله باز انال الله هم از تو راضی میباشه این نفس مطمئن یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنته قسم سوم نفس لوامه هست نفس لوامه چی است نفس لوامه هی سکنین باز نفس از هر کدامش از خود رتبه داره بلندترین رتبه نفسی است نفس چی است بلندترین رتبهش مطمئنه هست تو از احکام الله راضی هستی الله از تو راضی میشه از عبادت و اطاعت تو این نفس مطمئن است ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی در عید قاطب بنده های ما در روز قیامت همراه نبیین صدیقین شهدا و صالحین داخل جنت شو برو بخیر قسم دوم نفسی است که او چی است نفس لوامه نفس لوامه از مطمئنه که رتبهش پایین تر است نفس لوامه کدام نفس است نفس است که تو یک گناه را تصمیم میگیری میخوای که یک گناه را بکنی پیش از اینکه دیگه تو را ملامت کنه نفست برات ملامتت میکنه احمق هستی بسیار بیعقل هستی چرا این کار را میکنی باز اگر از احیانا از پیشت شد باز پیش از اینکه دیگه تو را ملامت کنن خودت شرمنده میباشی گریه میکنی توبه میکنی استغفار میکنی این نفس لوامه میگه ولا اقسم بالنفس اللوامه یه هم در قرآن آمده بازو که در پایان نفس چی است؟ نفس ملحمه هست و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها این نفسی هست که خوب و بد هم میشناسه خوب و بد هم میشناسه لیکن گاهی در خوبی مبتلا میشه گاهی در بدی و چهارم قسمش که هست با نفس اماره به سو هست نفس اماره به سو چی هست؟ او نفسی هست که انسان رو به بدی ها دعوت میکنه وقتی که به بدی ها دعوت کرد باز وقتی که گناه را کرد باز نفس اماره به سو برای چی میکنه؟ نفس اماره به سو باز برای زی فتوا میته برای عطا باز میکنه خب کدی کردی؟ جوان استی وقتت است مردم دو بوتل شراب خوردن تو این یک پلگک خوردی مردم چلتا
گناه را کردن، تو یک گناه کردی. این برای خود چی بگم؟ گویند در ملک ما سکن یک شاعر شیطانی، شاعرای شیطان هم داریم، شاعرای رحمانی هم داریم. شاعر شیطانی چی میگه؟ گویند در این ملک خوردن می چی است؟ حرام است. آن چیز که حلال است در این شهر کدام است؟ خیلی که شراب حرام است، مچم فلانی گل فرند حرام است، بای فرند حرام است، مچم شراب حرام است، این فلما حرام است. خیلی چی دیگه بابا کریم نگه بیادر گال ولی نکو قیلون حرام است، ایره نکو ایره نکو اینه اینه چی میگه؟ این علامت نفس چی است؟ اماره به سو هست. اینجا یعقوب علیه السلام برای بچه خود چی گفت؟ قال بل سولت لکم انفسکم، بلکه ایره آراسته ساخته اینمی کاره لکم برای شما، انفسکم نفس هایتان که نفس های اماره به سو هست، امرن با امی تدبیرن. فصبرون جمیل. آل یعقوب علیه السلام میگه من صبر میکنم که این صبر بسیار خوبه است. شما خب بچه مرا بردین و او را هر کار را دقش کردین. آل عزیز یک درس اعتقادی مهم گرفته میشه. درس اعتقادی مهم چی است؟ درس اعتقادی مهمی است که پیغمبرها علم غیب نداشتن. اینال عقیده قرآن و سنت همی هست، کسی که قرآن میخونه و قرآن عقیده داشته باشه که پیغمبرها علم غیب نداشتن. اینال اگر چرا ندارن؟ میگنیم جسای که اگر مثلا یعقوب علیه السلام علم غیب می داشت برشان می گفت که برو برو اون بود چاس برین بچی ما بیارین. این علم غیب نداشت. حتی یوسف علیه السلام غیب هم نبود، غائب بود. علم غیب چی که علم غایب هم ندارن، یعنی از نظرش غایب است، نمی فهمه که یوسف در کجا هست. از این خاطر گفت فصبرون جمیل، این صبر ما چی است؟ بسیار خوب است. والله المستعان و علی ما تصفون، و الله که از مستعان است. سعی کنین اینال کسایی که میگه ما پیروان پیغمبرا هستیم، اونا استعانت از مخلوق میخوان، میگن ای فلانی شخص مدد، یا فلانی مدد، میگن نمیگن یا فلانی صاحب مدد، یا پیغمبر مدد. اینجا خود یعقوب علیه السلام که پیغمبر موحد است از کی استعانت میخواد؟ میگه مستعان کی است که ما از او استعانت بخوایم؟ میگه والله، والله، الله متعال مستعان است که از او استعانت و کمک و مدد خواسته میشن. علامات صفون از آنچه که شما توصیف میکنید. پس استعانت و مدد یک عبادت است، عبادت قلبی که انسان مسلمان در کارهایی که از عالم اسباب ما فوق باشه به الله رجوع میکنه. آل یعقوب علیه السلام دید که برادرش بچهش خونه کلش میگه که گرگ خورده و این نیست، اینه خلاص. آل من از کی استعانت میکنم؟ از کی استعانت میکنم؟ اینه یعقوب علیه السلام موحد است، میگه والله المستعان، استعانت ما از الله میخوایم. علامات صفون به آن چیزی که شما بیان میکنید. و جاءت سیارتم، و آمد یک کاروان، فارسلوا باز فرستادن واردهم، امو سقاب خود را وارد. متوجه هستین بعضی کسا میباشه در کاروان که مسئول چی میباشه؟ مسئول لوجستیک. او میره امو نفره که مسئول آوردنشان اصول روان کردن. فعدلا، پس انداخت دلوهو دوله خودن. اونجا چون چا بود باز اینا امو تو دوله میداشتن، امی دوله خود اینجا انداخت. قال، گفت یا بشرا، بشارت باشه، مبارک باشه، یا خوشخبری باشه، صدا کرد. او خوشحال باشین، او چشمتان روشن، چی شد؟ هذا غلام، این ادبین چا یک دانه نوجوان پیدا کردیم، یک پسر است اینجا. و اثر روح و بداع، و ایرا چی کردن؟ اسیر گرفتن یا پنهان ساختن او را، بداعتن مانند یک جنس تجارتی. به نظر از او امی جوان بداعت چی را میگن؟ یک چیزی که جنس تجارتی باشه. میگه این والا صاحب یک جنس بسیار خوب، مثل که حال ما و شما بریم در یک جای، یک دفعه میری یک جایی که این یک توت طلا پیدا میکنی، باسه اوهو باز شما خواه نخواست صدا کنید که باز سوت طلاقه کپت میکنین. اینه میگه این خواست صدا کرد، گفت اینه صاحب این چی ده؟ این جنس ها یافته مکره. و اثر روح و ایره به اسارت گرفتن یا پنهان کردن، بداعتن، مثل یک سرمایه که بعد ساسل کرده باشن، بداع سرمایه یا یک جنس تجارتی. والله علیم بما یعملون، و الله متعال بسیار عالم است، بسیار با خبر است، بما یعملون، با آنچه که اونا میکردن. و شروه بثمن بخس دراهم معدوده، و شروه آلی برادراش باز آمدن دعوا کردن که خوب از ما هست و شما ایره گرفتین. بالاخره باز ایره چی کردن؟ همین برادراش ایره فروختن در مقابل چی؟ بثمن، در مقابل یا ای است که برادراش و یا ای که خود از اینا والله اعلم. آل خوب برادرش رو انداختن، کاروانی رو آمد گرفت برد، دیگه ایشا نگفتن که باز چی است، این قصه دیگه نیست. آل آیت قرآن برای ما چی میگه؟ کاروانیان آمدن امیر گرفتن و از امیجا کیره گرفتن، بردن امرای خود در کجا؟ بردنش در مصر.
عالمی کاروانا و شروهو، اینجا زمین راجع از بمی کاروانی ها، کاروانی ها ایره فروختن در بازار مصر به ثمنن، به قیمت اندک، به ثمنن بخص، ثمن پول میگن، به پول بخص اندک در راه معدود چند درهم شمرده شدن، یعنی چند روپیه ایره، بسیار چند روپیه کوچک ایره فروختن. و کانو فیه من الزاهدین، و بودن در مورد آن از جمله چی؟ بیزاران، یعنی اوقدر علاقمندی به این نداشتن، گفتن یک چیز رو یافتیم، بودنش یک چند روپیه فروختن شد در بازار مثلا. و قال الذي اشتراه من مصر، و او شخصی که ایره خریده بود، و قال، و گفت، امو شخصی که، ببینید در قرآن نامش نیست، این نامایی که مثلا نصریالا و تراجور کردن ایره یا از اسرائیل یا گرفتن از کتابهای بنی اسرائیل و از کتابهای یهود و نصارا ایره گرفتن که ما و شما حق نداریم در قسمت پیغمبرا و در قسمت اخبار پیغمبرا از قصه های از اونا و چیزای از اونا استفاده بکنیم. چرا؟ بسیاری دروغ ها در کتاب های از اونا زیاد اونا تحریفات دارن. اینال اینجا گفت و قال الذی، نامش نگرفته، گفت امون شخصی که اشتراه و ایره خریده بود من مصر، از مصر، متوجه هستین چی گفت؟ لامراتهی به خانم خود گفت اکرمی مسواه و امی فرزند بسیار خوب نگاه بکن، عسا ان ینفعنا، شاید که ای به منفعت ما و شما شوه، او نتخذه ولدا، و یا ای که ما و شما او را فرزندی بگیریم. ای نه، در اسلام که از فرزندی گرفتن حرام است. چرا حرام است؟ به خاطر که نتیجه منفی داره، یا در وقتی که فرزندی جوان میشه همراه فامیل ازی روابط نامش رو پیدا میکنه، یا ای که فامیل ازی به امرای ازی که فامیدن که عضو خانواده ما نیست روابط نامش رو پیدا میکنه. یعنی ببینین فرزندی گرفتن اینه که خطرناک شد. سال که مثلا میگه در اسلام خوارخاندگی و مادرخاندگی و بچه خاندگی و خوارخاندگی و ایگپا ای چیزا نیست در اسلام. چرا؟ به خاطر ازی که کلش زشت است. پدر خانه فلان، پدر خانه یک نفر ببینی کلان یک آدم لندغه را در خانه خود شانده هیچیت میشه، ولی اینه ما پدر خاندیم. حالی پدر ازی که برای خانم ازی خسر حقیقیش است. این فرزندی و فرزندی و گپان است. ما و شما پنج قسم خواهر داریم که نکای چهار قسمش حرام است، خوار پنجم نکای چی است؟ جایز است. خوار پنجم شما نکاح میکنین؟ چرا؟ ما شما چند قسم خوار داریم؟ یکی خوار اعیانی داریم، در زبان عربی اعیانی میگن، اعیانی که از مادر و پدر باشه ایره اعیانی میگن. خواهر دیگه باز رو علاتی میگن، علاتی خواهر است که از پدر است از مادر نیست، ایره علاتی میگن. دیگه خواهر داریم، خواهر اخیافی داریم که از مادر که ما شریک است پدرای ما جدا هست، ایره خواهر اخیافی میگن. قسم چهارم خواهر ما خواهر چهارمی، خواهر رضایی است که امرایش یک جای شیر خوردیم از یک مادر، متوجه هستین؟ بیگانه هست لکن از یک مادر شیر خوردن، این خواهر رضایی شد. پنجمش خواهر دینی هست، این خواهر دینی که است انما المؤمنون اخوتان، هر کس که است خواهرش خانمش خواهر دینیش است. فهمیدی؟ یعنی پس این چهار خواهر اول نکاحش حرام است، خواهر پنجمی چی هست؟ نکاحش جایز است. یعنی کسایی که نمی خواهر اعیانی و اخیافی و علاتی رو نمیفهمه، باز که باز بگی خواهر پنجم نکاح جایز است که خواهر دینی هست، باز میگه ای نصب یک تعداد مردم پیدا شدن یا ما چه مزدل خود خواهر پنجم هم میگه حلال است. این رای رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت احمق جان تو خود نمیفهمی دین، اصطلاحات دینی رو نمیفهمی. فهمیدی؟ یعنی اگر بفهمی پرسانش بگه اعیانی رو میشناسی اخیافی رو میشناسی؟ او میگه اخیافی شکی کشیده، اخیافیش خمی کتابا کشیده، برو کتابای امام صاحب ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بخوان رحمهم الله اجمعین، باز ببین که دیگه چی میگن. اخیافی در باب میراثی گپا زیاد ذکر میشه. این عین استاد در صنف 10 ماده مدرسه بودیم، به زور سر استاد حفظ میکرد که این در میراث است، اگه خواهر اعیانیش بوده که میراث میگیره، خواهر علاتیش میگیره نمیگیره، که خواهر اخیافیش قدر میگیره، خواهر رضاییش میراث نمیگیره، خواهر دینی کسی ترس. این کل از این در دین بیان میکنه. فهمیدین؟ خا و شروه و فروختن او را به ثمن بخش دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. و قال الذی اشتراه من مصر لامراته، و قال الذی، و گفت او شخصی که اشتراه و خریده امی یوسف علیه السلام من مصر از اهل مصر لامراته، بر خانمش گفت اکرمی مثواه، ایره خوب به عزت نگاه کن، عسا ان ینفعنا، شاید که ای به منفعت ما باشه، او نتخذه ولدا، یا ما او را بگیریم به صفت فرزند یا فرزندی. و كذلك الله متعال میگه و این چنین مکن ما امکانات و جای پیدا کردیم برای کی؟ لیوسف، برای یوسف علیه السلام، فی الارض، در سرزمین مصر، و لنعلمه من تأویل الاحادیث، و تا که بیاموزیم برای او من تأویل الاحادیث، از تعبیر خواب هارم. اینه
پس امکانات هم الله برش آماده ساخت که در مصر زندگی بسیار خوب داشته باشه و علم تعبیر و خواب هم الله برش تعلیم داد. والله غالب و الله متعال بسیار غالب است على امره به احکام خود، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لكن اکثر مردم نمیفهمه، یعنی حکم در حقیقت حکم الله است، لكن بسیاری مردم ها نمیفهمه، میگه نه قانون فرانسه خوبش است، قانون امریکا بسیار خوبش است، قانون مصر بسیار خوبش است، میگه نه الله متعال میگه که امر الله که است ای غالب است، خوب است، زیبا است، مفید است، به نفع بشریت است، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن کسانی که شریعت الله را نمی فهمن و میرن حقوق بین الدول را می خوانن، حقوق قانون فرانسه را می فهمن، قانون امریکا را می فهمن، الله وارد در قرآن میگه که یا عالم نیستن، این حقوقدانای جاهل هستن. حقوقدان عالمی که شریعت الله را بفهمه، باز قوانین بین المللی را هم بفهمه، باز اون را که از این مقایسه بکنه، ببینن شریعت الله این تو خوبی داره و قوانین از اونها این زشتی ها را داره. ولم ما بلغ اشده، ولا انگامی که رسید یوسف علیه السلام اشده به سن قوت خود، یعنی خوب جوان قوی شد، آتیناه حکما و علما، الله متعال میگه دو چیز برش دادیم، یکی حکم یکی علم. علم درش دادیم که خوب عالم بود، پیغمبر الله بود. حکم حکمتی که باز اون میتوانست خوب حکومت بکنه، خوب وزارت بکنه، خوب سیاست بکنه، خوب با فراست. اینال کسایی که میگه که دین که از با سیاست ارتباط نداره، این آیه قرآن نمیفهمه، سایی که میگه هم برش حکم دادیم هم برش حلم دادیم، هم حکمت حکومتداری و سیاست برش یاد دادیم و هم علم دین و علم دنیوی کل این علوم هم برای یوسف علیه السلام دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، امین قسم الله متعال میگه ما پاداش میتیم برای کی؟ برای محسنین، به انسانهای نیکوکار. محسن کسی است که او در نیکی ظاهری و غایبی بسیار نیک باشه، همین قسم که ظاهرش آراسته هست، زیبایی ظاهری را کل گیره الله دادن. همین ما شما کل ما زیبا هستیم، اگر یک کس میگه تو زیبا نیستی برش میگم که نه، امی بلال حبشی چه قسم بود؟ ما همین بسیار زیبا بود، زیبا بود، بله، آلیخ و سیاپوس هست، ما همین زیباست. چرا زیباست؟ میگه به خاطر که الله گفته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله میگه انسان ما بسیار زیبا آراستیم. اگه سیاه‌پوست است، اگه سفیدپوست است، اگه زردپوست است، اگه بینیش پخچ است، اگه بلند است، اگه گوشایش خرد است، اگه کلان است، اگر هر قسم است، اگر ایش سفید است، جوان است، کلشان پیش الله زیبا هست. خیلی نازیبا کدومه کیست؟ نازیبا اون اسب است که دم داره، صحیح نه؟ این حاله؟ پس او زیبا نیست، الله انسان زیبا خلق کرده. اینه که احسان چی است؟ که ظاهر زیبا هست، صورت زیبا، سیرت هم زیبا باشه. به اندازه زیبایی ظاهریت، صورتت، اگر سیرتت هم زیبا بود، باز تو محسن هستی. محسن کی را میگن؟ میگن محسن کس را میگن که عمو قدر که در ظاهر خوب آدم است، در باطن هم خوب آدم باشه. عمی قسم که در جامعه پیش روی مردم بسیار توصیفش میکنن تو بسیار خوب آدم هستی، وقتی که در اتاق تنها بود، دروازه ها را قفل کرد، موبایلش هم خوب آمده چارج داشت، خوب آمده یونتایش هم زیاد بود، اونو وقت فیلمای خراب سیل نکرد، باز او وقت خوب آدم هستی، او رو باز محسن میگن. اگر یکی ظاهر بسیار خوب آدم هستی و نماز بسیار خوبش میخوانی، باز که در اتاقک رفتی و کلکینا رو بسته کردی، باز در اونجا باز به گناه ها مبتلا شدی، باز میگن محسن نیست. الله متعال میگه ما این قسم پاداش میدیم انسانای محسنه که مطابق اوامر الله خوب متو آراسته باشن. و راودته التي هو في بيتها، و خواست، یعنی درخواست کرد از یوسف علیه السلام، التي آن خانمی که هو یوسف علیه السلام بود، في بيتها، در خانهش. حالا سعی کنین، مادر خوانده به جنایت مبتلا میشه، مادر خواندگی نیست در اسلام، فهمیدی؟ یعنی آن مادر خوانده سر بچه خوانده خود حمله میکنه. و راودته و درخواست اعمال زشت کرد، التي عمو خانمی که هو یوسف علیه السلام بود، فی بیتها، در خانش. آلی خانم تقاضا میکنه، عن نفسه، از نفس خود، و غلقت الابواب، خوب بسته کرد. امی قصرها که هستن، مثلا قصر چند تا دروازه در یک چیز میداشته باشن، یک دروازی طرف میداشته باشن، یک دو یک دو او تو خانه خانگه که تو نیست که مثلا 15 تا خانه باشه، او خود زندان خود نیستن، کسا نمیفهمه. قصر رو تو قصر دیده باشیم بسیار کلان می باشه، یک دروازه این طرف می داشته باشه، دروازه دست راست، دروازه دست چپ و یک دروازه مخصوص این طرف. این تمام همین دروازه های قصر چی کرد؟ قلف کرد. و غلقت الابواب، و بسته کرد دروازه ها را، و قالت حیت لک، و گفت حیت لک، به من نزدیک شو، بیا پیش من بیم. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام استعاذه چی است؟ استعاذه
یکی از عبادات قلبی چی است؟ استعاذه است که هم عبادت قلبی هست هم عبادت زبانی. استعاذه چیست که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله، ما به الله چی میکنم؟ پناه میبرم. این حال بعضی کسا در سابق کس بعضی کسا به اسپند پناه میبرن، دیدین؟ بعضی کسا به بربو پناه میبرن، بعضی کسا به جن پناه میبرن، بعضی کسا به بت پناه میبرن، بعضی کسا به قبر پناه میبرن. این پیغمبر الله که موحد است به کی پناه میبرن؟ به الله پناه میبرن. قال معاذ الله، گفت پناه میگیرم به الله سبحانه و تعالی، انه ربی، او هست رب ما، خلق کننده ما، شفا دهنده ما، روزی دهنده ما، نگه دارنده ما، انه واس ربی که مرا تربیه کرده هست، تربیه کننده ما، احسن مثوای، بسیار نیک ساخت مثوا جای مرا، یعنی مرا بر یک جایگاه بسیار عالی دادن. وقتی که ما تو یک جایگاه عالی دارم، چطور امکان داره با تو یک عمل زشت مبتلا شم؟ انه، یقین داشته باشن که لا یفلحو، کامیاب نمیشوند الظالمون، مردمان ظالم، یعنی کسی که گناه میکنه، خود گناه یک ظلم است که بالای کی ظلم میکنه؟ بالای نفس خود ظلم میکنه. و الله کامیاب نگه نمیکنه ظالمان را. ولقد همت به، میگه این یقینا که امی خانم چی کرد؟ قصد کرد به سوی یوسف علیه السلام. اما یوسف علیه السلام چی کرد؟ الله متعال میگه که او قصد نکرد. و هم بها لولا ان را برآن ربه، میگه او هم شاید قصد میکرد اگر نمیدید دلیلی که الله برای او داده بود. یعنی یوسف علیه السلام قصد نکرد. بعضی کسا که از پیشان اشتباه میشه، عصمت پیغمبر از پیشان خراب میشه، فهمیدی؟ یعنی اینجا اطور است که پیغمبر معصوم بود، پیغمبر پاک است، بالای از او وحی آمده و الله متعال او را حفظ میکنه از صغایر و کبایر. این زنا خو یک گناه بسیار خطرناک کبیره هست و علاقمندی بر زنا ای خو گناه هست. بناهن الله متعال میگه که او خانم وقتی که قصد کرد به طرف یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام هم اگر دلایل ربش نمی بود، آنچه که الله برش تعلیم داده بود، او را پاک ساخته بود، عصمت الهی نمی بود، ای هم قصد میکرد، ولی ای قصد نکرد یوسف علیه السلام. ولقد همت به، اینجا وقف است، یعنی که ای خانم قصد ورزید، همت ورزید به کی؟ به یوسف علیه السلام. و هم بها لولا ار برهان ربه، و شاید هم که او هم همت می ورزید یا قصد می کرد به طرف از او، اگر نمیدید او قبلا برهان کیرن دلایل رب خدا که الله برش فامانده بود که تو پیغمبر معصوم هستی، تو پاک هستی، تو عزیز زنا و از علاقمندی و علاقمندی نشان دادن به خانم های دیگران به این چیزا، از یا کلش او را الله متعال معصوم و پاک گشتانده بود. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، گفت این چنین است که الله متعال میگه لنصرف، تا بازگردانیم، عنه، از یوسف علیه السلام، السوء والفحشاء، بدیهارا و فحشارا. یعنی الله متعال پیغمبر خدا معصوم ساخته، پاک ساخته، توجه از او را به گناه ها جلب نمی کنه، بلکه الله متعال میگه ما به این شکل ایره دور می سازیم، منصرف می سازیم از او. چرا؟ حتی اگر دیگر ها قصد سوء بکنن، قصد بدی بکنن و فحشا بکنن، الله متعال منصرف او را می سازه که کامیاب در قسمت از اونا کامیاب نمیشه. انه من عبادنا المخلصین، الله میگه ما چرا ایره نجات دادیم؟ به خاطر که از بنده های مخلص ما بود. متوجه هستین؟ بنده های چی ما بود؟ مخلص. یکی مخلص است، یکی مخلص. چی فرق است بین مخلص و مخلص؟ مخلص کسی است که تمام اعمال خود را 100% به خاطر رضایت الله انجام میده. وقتی که تو 100% کار را به خاطر رضایت الله میکنی، باز از توصیف کس خوشحال نمیشی، از انتقاد کس خفه نمیشی. نفهمیدی؟ مثلا تو بسیار خوب دعوت کردی، یک عمل نیک کردی، اگر کس آمد را توصیف کرد ماشاءالله چه خوب جوان هستی، چه خوب آدم هستی، چطور هستی، تو خوشحال شدی، تو مخلص نیستی. اگر کدام روز باز یک کس سرت انتقاد کرد، یک دو تا نام سرت ماند، بخی گم شو برو وهابیگک، تو چی آمدی برای ما گپ میزنی؟ بخی تو خودت تا دیروز چه قسم بودی؟ برو که لطت میکنم، برو که باشی. اگر باز دمی چهار گپ مردم متاثر شدی، باز هم تو مخلص نیستی. چرا؟ مخلص کسی است که 100% کار خدا به خاطر رضایت الله میکنه، کس خوش بود یا خفه بود متوجه از اون نمی باشه. انال یوسف علیه السلام از جمله چی بود؟ از جمله مخلصین بود. انال یوسف علیه السلام، اگر باز انسان
اخلاص میکنه همیشه 100% به خاطر رضایت الله، با زور الله متعال چی میکنه؟ تاپه اخلاص در قلب از او میزنه، باز این مخلص میشه، الله بازی را خاص برای خود میگردانه. آل یوسف علیه السلام چون تقوا کرده، دینداری کرده، ایمانداری کرده، آل از رتبه مخلصین برآمده بر رتبه چی رفته؟ مخلصین. فهمیدی یعنی؟ اخلاص خود انسان میکنه و مخلص الله انسان را میگردانه. چرا که مثلا کافر گناه زیاد میکنه، باز الله میگه اینه میگه ما در قلبش مهر زدیم. مهر چی را زدیم؟ مهر بدبختی را. چرا زدیم؟ کلا بل ران علی قلوبهم، مهر زده شد. چرا؟ به خاطر که کسب غلط میکنن. اینا اگه یک نفر 100% عبادت الله را میکنه، بسیار مخلص میباشه و هر کارش به خاطر رضایت الله هست، باز الله متعال تاپه چی در قلب ازی میزنه؟ تاپه اخلاص میزنه. آل اینجا در قرآن مخلصین است یا مخلصین؟ ها؟ مخلصین است نه؟ این الفرق بین مخلص و مخلص فهمیدن؟ مخلص خود انسان می باشه، مخلص چی می باشه؟ که الله او رو چی ساخته باشه؟ اخلاص برش داده باشه. این الله متعال میگه انه یقین داشته باشین که یوسف علیه السلام بود از چی؟ من عبادنا، از جمله بنده های ما که مخلصین، بسیار بنده های مخلص که اخلاص کرده بود، باز الله اخلاص از او رو پذیرفته بود.